محمد ابراهیم باستانی پاریزی، ادیب و مورخ ایرانی درگذشت. آقای پاریزی حدود نیم قرن در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تدریس کرد. او در استان کرمان متولد شده بود و بخش قابل توجهی از نوشته‌هایش هم درباره زادگاهش بود. مراسم تشییع جنازه ابراهیم باستانی پاریزی روز پنجشنبه از مقابل دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. او 88 سال داشت. علی حمیدانی نگاهی انداخته به زندگی باستانی پاریزی. متولد یکی از خوش‌آب و هواترین بخش‌های کویری ایران، پاریس، درست همان سالی که سلسله قاجارها فرو پاشید و رضاخان شد شاه سلسله پهلوی. محمد ابراهیم باستانی پاریزی از نسل اول دانشجویان تاریخ دانشگاه تهران بود. خود می‌گوید از نخستین ساکنان کوی دانشگاه تهران هم بوده. از سال 1338 استاد دانشگاه تهران شد تا سال 1387 که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به همراه بیش از 20 استاد دیگر دانشگاه بازنشسته شدند به اجبار. او شعر می گفت، موسیقی پژوه بود، ترجمه می کرد و بیش از همه اینها تألیف. پاریزی تاریخ را به میان مردم برد. نخستین اثرش به طنز پیغمبر دزدان بود. نامه‌های طنزگونه شیخ محمد حسن زیدآبادی از عصر قاجارها. بیش از 60 جلد کتاب. آنچه از پاریزی بیش از همه بر زبان هاست اما از پاریس تا پاریس است. سفر نویسنده به پاریس و فرصت مقایسه فرهنگی. پاریزی را نویسنده دوران گذار ادبیات فارسی می دانند. از ادبیات قاجاری به نسل نو. او و هم نسلانش بودند که ضرب المثل های ادبیات مشروطه را برای زبان امروز نگه داشتند. کمتر از یک ماه پیش به عضویت افتخاری فرهنگستان علوم ایران درآمد. گرچه همچنان از بازنشستگی اجباری از دانشگاه دلگیر بود. به دانشجویانش گفته بود با بازنشستگیش می‌خواهند تاریخ را بازنشسته کنند. علی حمیدانی، بی بی سی. ماشاءالله آجودانی، مورخ و نویسنده، اینجا در استودیو با ماست. آقای آجودانی، شنیده میشه که آقای باستانی پاریزی یکی از مهمترین کارهایی که انجام داد این بود که تاریخ رو به میان مردم آورد. این یعنی چه کار کرد؟ با اجازه شما، اگر اجازه بدید، من اول به خانواده باستانی و اهل فکر و فرهنگ تسلیت بگم در گذشت استاد باستانی پاریزی رو، بخصوص به پسرش حمید و دخترش حمیده، به خانواده گسترده باستانی. این یه واقعیتی که تاریخ مپس خوشیه، به خصوص تاریخ سیاسی. اینو مردم بخوام بخونن براشون سخته، با اواشی، یادداشت ها، مسائل زبانی. درک و فهم کتاب های تاریخی برای مردم آسان نبوده و همیشه کتاب های تاریخی رو یه ده خاصی میخونده. اما استاد باستانی پاریزی با تسلط درخشانی که به ادبیات فارسی، به زبان فارسی، به زبان عربی و حتی مثلها، اصطلاحات محلی و بومی و حکایات و امثال و اینها داشته، مسائل تاریخی رو با یک طنز شگفت انگیزی در نوشته ها و زبان فارسی بسیار شیرین همراه کرد و این کتاب های تاریخی و این مباحث به اصطلاح دشوار تاریخی رو برد به طرف جامعه ایران. از این بابت من فکر میکنم هیچ مورخی نمیتونه با باستانی پاریزی به اصطلاح یکی بشه یا بگیم که کسی دیگه هم یه چنین کاری کرده. یعنی در واقع باستانی پاریزی نمونه اعلای تحقیق بود. باور بکنید ریزکاری هایی که در کار تحقیقی وجود داره منحصر به فرده، ولی به قول یکی از فضلا که گفته بود که آدم کتابای باستانی پاریزی میخونه وسطش میره هواخوری یا میره مرخصی، چون بحثای دیگه چی پیش میاد اینا. ولی من همیشه از نسل باستانی پاریزی و این که کاربرد به جای شعر، کاربرد به جای حکایت ها، مردم گسترده ای رو به تاریخ علاقمند کرد، به خصوص به تاریخ مشروطه، با کتاب مثل تلاش آزادی یا کتابی که در مورد سیاست مشیر و دوله در ایران نوشت، یا حتی کتاب معتبری مثل سیاست و اقتصاد عصر صفوی، تونست
به اصطلاح پیچیده ترین مسائل تاریخی رو طوری بنویسه که بخش مهمی از جامعه ایران اونا رو بخونن و استفاده کنن. این خیلی مهمه به اعتقاد من. باستانی پارسی کرمان رو ترک کرد اما زادگاهش هیچ وقت او رو ترک نکرد. نقش پررنگی داشت در آثارش. بعد باز باور بکنید که بیشترین کاری که در زندگیش کرده در مورد کرمانه، در مورد سلجوقیان کرمان، قوز در کرمان، در مورد بخش‌های مختلف تاریخ کرمان، باستانی پارسی. هر سمیناری که شرکت کرد، من یادم در دانشگاه تهران یه وقتی یک سمیناری بوده بحث راجع به صاحب تبریزی بود و باستانی پارسی گفت الان آب پاکی رو دستتون میزه، آخه صاحب تبریزی کجا؟ گفت یک بار صاحب تبریزی هم به کرمان سفر کرد. من اون موضوع کرمان الان میخوام بحث کنم. برابر این بده. چه چیزی شما راجب کرمانی ها نمیدونستید که از آثار آقای بسیاری چیزا باور بکنید اصلا خود کرمانی هم تاریخ خودشون رو نمیدونستن، فرهنگ خودشون نمیدونستن. وقتی ما امروز با کتاب‌های باستانی پارسی در مورد کرمان می‌خونیم، یعنی بخش مهمی که تحت عنوان تاریخ محلی ما می‌تونیم در تاریخ نگاری از این حرف بزنیم، اون پیوند استوار بخش‌های مختلف ایران رو با فرهنگ ایرانی با تاریخ مملکت ما نشون میده و این هم برای فهم بهتر زندگی و مردم در کرمان و نقشش در تاریخ ایران اهمیت داره، هم برای فهم گسترده‌تری از تاریخ کلی ایران و تصویر کلی تاریخ ایران. یکی از انتقادهایی که به بسیار از نخبگان ایرانی میشه این هست که خود انتقادی نمی کنند، اما باستانی پارسی در واقع خود انتقادیشو مکتوب کرد. مکتوب کرد، بله. واقعا این نکته که گفتید اصلا شاهکاره. او اول یه مقاله می نویسه، بعد به صورت یک کتاب به اسم خود مشتمالی، و این کتاب در زبان فارسی بی‌نظیر، نمونه نداره. یعنی اولین بار یک استاد دانشگاه خودش میاد در مورد کتاب‌های خودش نقد میکنه اشتباهات تاریخی که خودش مرتکب شده و دیگران هم ندیدند، اونها رو چیکار میکنه؟ مینویسه و میگه حالا شما میگید فلانی استاد دانشگاه این همه غلط نوشته، این همه اشتباه کرده، ممکنه حتی دانشگاه بنده رو بیرون بکنه. ولی واقعیت اینه که دانشگاه نه تنها چنین کاری نکرد، بر ارج و غرب باستانی پارسی اضافه شد و اون نشون داد که یک استاد معتبر دانشگاه که بسیاری هم استادان مثلا فرض کنید کسی مثل زریاب خویی مطلبی که در مورد باستانی پارسی نوشته بی‌نظیره. یعنی آدمی مثل زریاب خویی، علامه‌ای که اون همه مسلط بود به تاریخ، وقتی راجع باستانی حرف میزنه با شگفتی ازش حرف میزنه، با آفرین و صدایش ازش حرف میزنه. ولی همین استاد اشتباهات فاحش خودش رو خودش مدون کرد و این یک سرمشقی بود در زبان فارسی معاصر. و بگم در ضمن که باستانی پارسی شاعرم بود و از شعرها به شکل به جایی در کارهای خودش استفاده میکرد و شاید یکی از زیباترین غزلهای معاصر که در زبان فارسی پرداخته شده میگه: یاد اون شب که صبا بر سر ما گل میریخت، بر سر ما ز در و بام و هوا گل میریخت. از همین باستانی پارسی چندین نسل به باستانی پارسی مدیونن و حتی مهمتر این که بسیاری با اینکه مثلا خیلی ها باستانی پارسی رو کارهاشون مثلا کارهای مدرن نمیدونن، استاد سنتی میدونن، ولی باور بکنه بقیده من اساس کار باستانی پارسی، نوع نگاهش به فرهنگ و تاریخ ایران از بسیاری از مدرنیست های ما که صاحب مدعی هم هستن اساسی تره و اهمیت تاریخی مهمی داره، هم به لحاظ زبانی هم به لحاظ تاریخی. او استادی بود که در معنای سنتی معنا داشت، یعنی مورخ در معنای سنتی یعنی کسی باید بدونه که حتما ادیب هم باشه، زبان فارسی رو بدونه. او زبان فارسی رو به خوبی میدونست، عربی رو به خوبی میدونست، با فرانسه آشنایی عمیقی داشت و از همه اینا و مهمترین کاری که میکرد در تاریخ نگاری تاریخ مقایسه بود. یعنی شما کمتر کتابی از باستانی پارسی میبینید که مثلا از زن حرف بزنه ولی زن مثلا ایرانی باشه ولی از زن اروپایی در کنارش مقایسه نکنه موقعیت هاشون. این احاطه او به تاریخ جهان، به تاریخ ایران یک چیز شگفت انگیزی، تکرار ناشدنی بقیده. ماشاءالله آجودانی، ممنون که اومدید اینجا و از باستانی پارسی برامون گفتید. شما خیلی متشکرم از شما. خواهش می‌کنم.